من ترشیزی، متولد 27 بهمن 1332، عضو انجمن دانشجویان مسلمان و فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت بود. او به کار عکاسی و فیلمبرداری علاقه زیادی داشت. به همین خاطر بعد از پایان دانشگاه مشغول به کار در سینمای آزاد شد. چندین مستند از دوران انقلاب ساخته بود. یکی از آنها درباره زندگی طاقت فرسای کودکانی بود که از صبح زود تا غروب آفتاب در بلورسازی کار می‌کردند. او برای ساخت این فیلم مدتی با این کودکان و خانواده آنها زندگی کرد. در سال 56 موفق شد در فیلمی مستند وضعیت قربانیان اعتیاد و فحشا در نظام دیکتاتوری را به تصویر بکشاند. در شهریور 56 فیلمی از داغ نشینی در شهر تهران تهیه کرد و هر دو فیلمش را در بیشتر دانشگاه‌های تهران به نمایش گذاشت. سینما یک وسیله بیانی بسیار مؤثر و قویه. از این ابزار باید به درستی استفاده کرد. اگر ما بتونیم پایه‌های یک سینمای سالم و مردمی رو بریزیم، واقعاً گام بزرگی در آگاه کردن توده‌ها برداشتیم. توی روزهای انقلاب 57، بهمن به همراه بهروز از صحنه‌های قیام و شهدای گمنام عکس و اسلاید تهیه می‌کردند و تصاویر تظاهرات شکوهمند عید فطر، 17 شهریور و ماه محرم و ده‌ها تظاهرات دیگر رو به ثبت رسوندند. بهمن شجاع و جسور بود. او عاشق مجاهدین و مبارزه برای آزادی بود. در جریان انقلاب 57 با ماشینش سلاح و مهمات رو از پادگان‌ها خارج می‌کرد و جوان‌های انقلابی رو مسلح می‌کرد. بعد از انقلاب مدتی در واحدهای فرهنگی اداره سینمای آزاد مشغول به کار شد. اما با شروع انحصار طلبی خمینی از این کار اخراج شد. او با شهید محمد رضا خاکسار و مهیار خلیلی قانون فیلمسازی مسلمان رو بنیانگذاری کرد. این اون چیزی بود که بهمن سالها آرزوی درست کردنش رو داشت. قانونی مترقی و دموکراتیک.